بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب كفر فرزند آدم. مؤلف این را آورد تا اسباب کفر را بیان کند، تا که از آن دور شویم از روی جواب و سوال که برای چی در بعضی امت کفر واقع می شود، به سه باب جواب داد. و در باب چهارم آمده است که پیامبر هر راهی را که به سوی شرک می رساند محکم کردند. باب اندر این که سبب کافر شدن فرزند آدم و ترک دین کردنشان همان زیاده روی در حق صالحان یعنی بزرگان بود. این از خطرترین اسباب است و سبب اولین شرک که پیدا شد شبهه غلو در صالحان بود. دلیل احکم و فرمده الله سبحانه و تعالی که می فرماید: ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید. و در صحیح از ابن عباس رضی الله عنهما در مورد فرموده الله تعالی که فرمود و گفتند: هرگز خدایان خود را ترک نکنید و هرگز پرستیدن وان، سواب، یغوز، یعوق و نصر را ترک نکنید. روایت است که او گفت: این نام های مردان نکوکار قوم نوح بودند. وقت فوتیدن شیطان قومشان را وسوسه نمود که در جاهایی که می نشستند هیکل ها گذارید و آنان را به نام های انسان نام گذاری کنید. پس چنین کردند و پرستیده نشد تا که این قوم فوتیدن و علم از بین رفت. پس نسل های آینده آنها را پرستیدن. الله سبحانه و تعالی فرمود که ای اهل کتاب، یعنی آنان یهود و دارای تورات هستند که نصارایان از دارای انجیل هستند. الله فرمود در دین خود غلو نکنید، یعنی در تعریف و تنقید از حد نگذرید. پس نصارا در تعریف عیسی علیه السلام زیاده روی کردند. پس گفتند پسر الله و سه سیگانه، و یهود در تنقید او زیاده روی کردند. الله فرمود هلاک شدند، یعنی مردند. و اینچنین فرمود شیطان وحی کرد، یعنی شیطان آنها را وسوسه کرد. نصب کنید، یعنی هر چیزی که از عصا یا سنگ راست کرده می شود و به خاطر اون بود که برای آنان گفت هر گاهی صورتها را ببینید در عبادتتان فعال می شود. لیکن طریقه شر را خلاف کردند. پس تنها این کافی نمی باشد، ولیکن برای ما عمل موافق شریعت حتمی است. پس قصد صحیح و عمل باطل است. فرمود حتی هر با اینها فوتیدند، یعنی کسانی که بودها را نصب کردند و هیکلها را کشیدند. و قومی که پیش از نوح علیه السلام بود سه چیز کردند: یکم صورت کشیدند، دوم نشستند یعنی در بالای قبرهایشان، سوم به گذشتن زمان یعنی و دور شدن زمانی نبوت. پس علم از میان رفت. سپس شرک اکبر واقع شد. پس بجز الله آنان را پرستیدند. و اصل با علم و عمل تعاهد کردن است تا مانند این رخ ندهد. مقصدهای زیاده‌روی چیست؟ یکم، در حق کسی زیاده‌روی شده است اگر تعریف باشد او را بالای منزلتش گذاشتن است، و اگر تنقید باشد او را از منزلتش پایین گذاشتن است. دوم، به عبادت کسی که در حق زیاده‌روی شده است میرساند. سوم، از تعظیم الله تعالی من میکند، چرا که نفس یا به باطل مشغول میشود یا به حق. چهارم، به حق کسی که زیاده روی شد اگر وجود داشته باشد، پس او به نفسش کبر میکند و این مقصده است. اگر تعریف باشد او را فاسد میکند و اگر تنقید باشد موجب دشمنی و بلا میشود. اکنون احکام مردم در شأن صالحان. یکم، قسمی در تعریف غلو میکنند مثل نصارا و عیسی علیه السلام. دوم، قسمی که در طعنه زدن غلو میکنند مثل یهود و عیسی علیه السلام. سوم، قسمی که میانه رو هستند، نه زیاده روی و نه کوتاهی میکنند و آنان اهل سنتند. دلیل سوم تا پنجم، از عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: در حق من زیاده روی نکنید. همان گونه که نصرانی ها در حق پسر مریم زیاده روی کردند. البته من بنده ام، پس بگویید بنده الله و رسول اوست. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت:
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmidar. از زیادروی پرهیز نماید و البته کسانی که پیش از شما بودند زیادروی آنها را هلاک ساخت. در صحیح مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند از حد گذرندگان هلاک شدند. این جمله را سه بار تکرار نمودند. اعتراض در متن تعریف مبالغه کردن است و چیزی که غلوب نصارا و غیر آن را شباهت دارد. بنده الله و رسول بود، یعنی این دو صفت راسترین و باشرفترین صفت برای او صلی الله علیه و سلم است. غلوب در تعریف من و بندگی و عمل از حد داشتن است. آنها را غلوب در چی چیز هلاک کرد؟ آنها را یکم در دین، دوم در جسمها هلاک کرد. احکام غلوب بسیار است. غلوب در عقیده و عبادت و معامله و عادتها است و دین الله در بین غلوکن و جفاکار است. متمتع یعنی کسی است که در سخن و افعال تندروی و افراد میکنند، در آن خودبین میباشد و تمتع در دین شباهت غلوب را دارد و سبب از اسباب حلاق میباشد. مسئله های این موضوع: یکم، کسی این باب و دو بابی بعد آن را بفهمد برای او غریبی اسلام معلوم نشود و قدرت الله و دیگرگو کردن او دیگه ها را میبیند. دوم، شناختن نخستین پیدایش شرک در روی زمین که به سبب شبهه صالحان بزرگ بود. سوم، دانستن نخستین چیزی که به سبب آن دین پیامبران تغییر داده شد و آن شرک است و سبب آن چیست؟ سبب آن زیادروی در حق صالحان است و دانستن این که آنان را الله آفریده است. چهارم، قبول بدعت ها با وجود این که شریعت ها و فطرت آن را رد میکنند. پنجم، سبب همه این آمیخته شدن حق و باطل، پس اولین دوست داشتن صالحان، ثانیاً کردن بعضی از اهل علم دین چیزی که به آن خیر را خواستند، پس نسل های بعد آنها گمان بردند که آنها چیز دیگر را قصد داشتند. کسی تقویت دینش را به بدعت بخواهد پس ضرر آن بیشتر از فایدهش است. ششم، تفسیر آیتی که در سوره نور است و در آن آمده است که آنها یکدیگر را به باطل دعوت میکردند. هفتم، طبیعت آدمی است که در قلبش حق کم میشود و باطل زیاد میشود، چیزی که الله بر او منت نهاده است. هشتم، در آن شاهد است برای آن چیزی که از سلف نقل شده است که بدعت ها سبب واقع شدن در کفر است و از چند سبب داشتن مانع نیست. نهم، شیطان می داند که بازگشت بدعت به سوی چیست و اگر چی قصد کننده نیک باشد. دهم، دانسته قاعده کلی و آن از زیادروی نهی کردن است و دانستن این که بازگشت زیادروی به سوی چیست. یازدهم، ضرر استادن در اطراف قبرها و خاطر عمل نیک به عبادت آنها می رساند. دوازدهم، دانستن نهی از ساختن هیکلها و حکمت دور کردن آنها، یعنی برای بستن وسیله های آن. سیزدهم، دانستن بزرگی این قصه و سخت و آن احتیاط داشتن با وجود غافلی از آن. چهاردهم، آن عجایبترین عجایب است که آن قصه را در کتاب های تفسیر و حدیث می خونند و معنای کلام را می دانند. الله در دلهایشان نور زده است، حتی اعتقاد کردند که عمل قوم نوح علیه السلام بهترین عبادت هاست. پس اعتقاد کردند که آن چیزی را که الله و رسولش نهی کرده اند، پس آن کفر است که خون مال را مباح می گرداند. پانزدهم، آشکار نمودن این که قوم نوح علیه السلام تنها از آنان شفاعت را میخواستند و به وجود این در شرک واقع شدند. شانزدهم، گمان آنها که عالمان که صورتها را کشیدند عبادت آنها را میخواستند، یعنی برای آنها شفاعت کنند و این گمان فاسد است، یعنی برای آنها شفاعت کنند و این گمان فاسد است. هفدهم، بیان بزرگ و فرموده او صلی الله علیه وسلم در حق من زیاده روی نکنید. همچنانه که نصرانی ها در حق پسر مریم کردن، پس صلوات و سلام الله بر رسول الله باد که همه چیز را آشکار بیان کرد. پس از زیاده روی در تعریف و در آن مبالغه کردن من کرد و براستی بعض این امت در آن واقع شدن، بلکه سختن واقع شدن.
اجدهن نسیت پیامبر صلی الله علیه و سلم مورو به خبر دادنش به هلاک زیاده روندگان یعنی برای اصحاب حضرت داندن. نوزدهم مشکل بودن برای اینکه بودها پرستیده نشدن تا اینکه علم از بین رفت و از در بین قدر علم و ضرری از بین رفتن آن است. بیستم سببی از بین رفتن علم مرگ عالمان است. پس این از بزرگترین اسباب و اینچنین غفلت از آن رو برگردان است و به امور دنیا مشغول شدن و به آن اهمیت ندادن است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.